دوست ایرانی عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشه. میخوام یه مطلبی رو به شما بگم که واقعا خیلی ارزش داره. مسیحیت یک دین نیست، بلکه رابطه با خداوند یکتاست، با عیسی مسیح. یکی از بزرگترین کارهایی که هر کسی میتونه برای یه ایرانی بکنه اینه که او رو با مسیح آشنا کنه. تا روح مرده یک ایرانی زنده شه. اگه هدف کار تو زنده کردن روح یک ایرانی نیست، برای او هیچ کاری نکرده ای و وقت خودتو اونو تلف کرده ای. روح ایرانی مرده، این روح در اعماق وجودش بی حرکت و راکت قرار گرفته است. هیچ چیز نمیتونه آن را به حرکت درآورد به جز کلام خدا در کتاب مقدس. کلام خداوند، کلمه خود عیسیست. عیسیست که میتونه روح یک مسلمون رو دگرگون کنه و به او حیات ببخشه. ای ایرانی عزیز، قلب تو کارت خورده، سوراخ شده، زخم داره، چرک کرده، ورم کرده، هیچ چیز نمیتونه این قلب تو رو مرهم بده به غیر از عیسی. روح مرده تو ایرانی فقط به یک وسیله زنده میشه و آن عیسیست. عیسی رو قبول کن، روحت زنده میشه، جان میگیره، روشن میشه. ای ایرانی عزیز، تو درس پیچیده فقه و تعالیم مذهبی احتیاج نداری. تو فقط در روح زنده بشو و روح تو موقعی زنده میشه که عیسی رو قبول کنی. وقت آزاد میشی، جان میگیری، نفس میکشی. وگرنه مرده اومدی، مرده هم خواهی رفت. اگر روح تو ایرانی زنده نشه، در زنجیر اسلام زندگی میکنی. حالا اسلام نباشه، در دین دیگه ای زندگی میکنی. برای اینکه مسیحیت دین نیست، رابطه با خداونده. اگه ایرانی روح تو زنده نشه، هنوز مرده ای. و مسئله نیست در چه دین و مذهبی زندگی کنی، احتیاج تو فقط عیسیست. نیاز تو فقط عیسیست. نماز تو عیسیست. روزه تو عیسیست. تنها چیزی میتونه که این قلب سوراخ شده تو رو پر کنه عیسیست. عیسی رو قبول کن، راستی رو پیدا کردی. عیسی رو قبول کن، کمال برای تو شده.
درستی عیسی برای تو میشه، راستی عیسی برای تو میشه، حقیقت عیسی حقیقت زندگی تو میشه. این بزرگترین کاریه که من و تو برای یک ایرانی میتونیم بکنیم، اونو با عیسی آشنا کنیم، روح او رو زنده کنیم تا عیسی رو بشناسه. ای برادر و خواهر، اگر چنین هدفی هدف تو نیست، وقت تو تلف میکنی، وقت ایرانی هم میگیری و به جای خداوند واقعی و زنده کردن روح مرده یک مسلمان ایرانی، به نفس طبیعی او قضا میدهی. اگه درون یه ایرانی روشن نشه، هنوز قضاش رو در نفس طبیعیش داره میگیره، دانش مخزیست. دانش و خرد او بیشتر و بیشتر میشه، ولی هنوز روحش مرده. باور کنید دوستان، من و تو هیچ کاری برای این ایرانی نمیتونیم بکنیم. اگر با انرژی نفسانی و طبیعی و جسمانی خودمون میخوایم یک کاری کنیم، دوست من فراموش نکن که در روح خداوند قدرتی بی پایان وجود دارد و ما باید از این چشمه قدرت خداوند کمال استفاده رو بکنیم. هر مسیحی باید به دنبال روح خداوند بزرگ باشد و در هر لحظه زندگی از اون استفاده کنه. روح یک مسیحی باید با روح خداوند پر بشه، یکی بشه، از او انرژی بگیره. اون وقتی که قادر روح پچمرده یک ایرانی رو بهش نفوذ کنه و حیات ببخشه. ولی ایرانی، تو باید خودت قلب خودت رو باز کنی. عزیزم گوش کن ایرانی، عیسی خداونده، عیسی زنده است، عیسی حیاته. با دقت گوش کن، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین همه بشر بودند، همه عرب بودند، همه مردند، همه زیر خاک دفن شدند، پوسیدند، ابن رفتن، دیگه نیستن. اگه اونها رو پرستش کنی، به عیسی خیانت کردی، به خداوند یکتا خیانت کردی. برای تو بهتره که گوشت مرده بدن پدر و مادر تو از زیر خاک بیرون بیاری و گاز بزنی و بخوری تا اینکه این اشخاص رو پرستش کنی. آنها را پرستش نکن، خدای واقعی عیسی را پرستش کن، خداوندی که آزادی میده، خداوندی که نجات میده، خداوند عیسیست که تو را قبول میکنه. در نام عیسی، در عظمت عیسی من میگم آمین. خداوند